یک کشیش مسیحی به نام حنا اسکندر گفت گروه‌های تروریستی هستونیست عراق را نابود کردند، اما نتوانستند میان مسلمانان و مسیحیان تفرقه ایجاد کنند. او با اشاره به سنی‌های تندرو افزود آنها با اقدامات و جنایت‌های خود اتفاقی مثبت را در زمینه رابطه مسلمانان و مسیحیان رقم زدند و باعث شدند پیروان این دو دین به ریشه‌های برادری و دوستی خود بازگردند. این کشیش مسیحی خاطر نشان کرد مسلمانان و مسیحیان به خاطر مصیبت‌هایی که از تعصب سنی‌های تندرو و اقدامات و جنایت‌های تکفیری‌ها متحمل شدند، به یکدیگر نزدیک‌تر شدند و ما بر این باوریم که طرز فکر و همچنین اقدامات گروه‌های تکفیری هیچ ارتباطی با اسلام واقعی ندارند، بلکه اسلام آنها اسلام دروغین و ادعایی است و اسلام واقعی دین ارتباط سازنده و دوستی میان ادیان است. اسکندر ادامه داد: من در دیدار با شماری زیاد از علما و دانشگاهیان مسلمان مشاهده کردم که آنان تا چه اندازه مشتاق گفتگو میان ادیان هستند و البته گفتگو برای آشنایی با ادیان و شناخت وجود تشابه و اختلاف آنها مهم است و به نظر من گفتگو مهمترین عامل نابودی تعصب نابجاست که فرصت را از فتنه‌جویان و دشمنان ادیان و پیروان خشونت و افراط می‌گیرد. اسکندر که خود استاد دانشگاه است پیشنهاد داد که گفتگوهایی با محوریت قرآن کریم میان مسلمانان و مسیحیان برگزار شود، زیرا به گفته او قرآن کریم و انجیل تا حدود زیادی مشابه هستند.